آتیشی که تا چند دقیقه دیگه اینجا میبینید 1500 ساله که خاموش نشده. عجیبه نه؟ یه جورایی شگفت انگیزه. ولی شگفت انگیزتر از اون داستانیه که این آتیش پشت سر گذاشته. خوش اومدین به آتشکده زرتشتیان یزد، تنها آتشکده‌ای که تو کل ایران بازدیدش برای عموم مردم آزاده. قبل از اینکه بریم تو آتشکده و این دور و بر بچرخیم، یه دقیقه بیاین اونور، من یه چیزی بهتون بگم. یه جای قشنگ نسبتاً خلوت‌تر پیدا کردم که همین اول ویدیو اینو بهتون بگم. اگر دنبال کننده چنل ما باشید میدونید که ما قبلاً اون اوایل اومدیم اینجا و ویدیو ساختیم از آتشکده که من لینکشو این بالا نمیذارم چون نمیخوام ببینینش. اتفاقی که افتاد این بود که کلاً یوتیوب قوانین نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای برای آهنگ‌ها و بحث کپی رایت آهنگا داره. شما نمیتونین از هر آهنگی که دلتون می‌خواد استفاده کنین. و من نمیدونم تو اون بازه زمانی دقیقاً فازم چی بود از آهنگای خارجی با کلام روی ویدیو هم استفاده کردم. همونجوری بعد بود که دوباره اون آهنگام کپی رایت خورد، مجبور شدم یه آهنگ دیگه بذارم. چه اصلا فاجعه رخ داده توی اون ویدیوها. در نتیجه تصمیم گرفتیم که بیام یه بار دیگه یه ویدیو خیلی قشنگتر در شأن آتشکده زرتشتیان درست کنم و توی این ویدیو قراره یه سری توضیحات اضافه تری هم بدم نسبت به اون قبلیه، یه چیز جدیدی بهتون بگم و قراره خیلی ویدیو جذابی باشه. بزنین بریم. آقا امروز انقدر اینجا شلوغه، من در آن واحدی که خیلی خوشحالم چون کلا خیلی ذوق میکنم وقتی میبینم که جای گردشگریمون حالا اماکن تاریخیمون گردشگر زیاد بیاد خیلی خوشحال میشم. ولی خب از طرفی هم هی باید بیام این گوشه کنارهای جای خلوتی پیدا کنم و براتون صحبت کنم. توی دوران ساسانیان ما 3 آتشکده خیلی مهم داشتیم. یکیشون آذربرزین مهر توی خراسان بوده، یکی آذرگشنسب توی آذربایجان غربی یا تخت سلیمان آذربایجان غربی و یه دونه هم آذرفرنبخ بوده توی استان فارس. آتیشه توی اون دوتا آتشکده بالایی یعنی آذربرزین مهر و آذرگشنسب اون دوتا رو خاموش کردن وقتی اعراب حمله کردن به ایران، ولی آتیشه توی آذرفرنبخ رو تونستن نجات بدن. وقتی اعراب حمله میکنن و میرسن به استان فارس، زرتشتیای اونجا آتیشو برمیدارن و فرار میکنن سمت یزد. البته که میگن آتیش یه بازه زمانی توی بلخ توی افغانستان بوده. خلاصه آتیشو میارن اول توی عقدا که ما ویدیوشو قبلا ساختیم، زمین بالا میتونین ببینین، و توی عقدا توی یه غاری به اسم شگفت یزدان که اونم ویدیوشو ساختم میذاریم این بالا، 700 سال اونجا ازش نگهداری میکردن. بعد از اون آتیشو دوباره برمیدارن میبرن توی ترک‌آباد توی اردکان و حدود 300 سال اونجا ازش نگهداری میکردن، ولی دوباره جابجاش میکنن میارنش توی یزد توی محله موبدان توی خونه یکی از موبدان مخفیانه ازش نگهداری میکردن. خلاص آقایین این درگیری رو داشتن تا دوران رضاشاه پهلوی که اومد گفت که اجازه دارین یه آتشکده در شأن زرتشتیان بسازین که زرتشتیان اونجا عبادت کنن. بسی احساس خوشحالی میکنم الان چون که خیلی بهم گفته بودین و کامنت گذاشته بودین برای اون ویدیو آتشکده که موسیقیش بده و الان اومدم دارم این ویدیو رو درست میکنم. خیلی خوشحالم. یادتون نره که لایک کنین ویدیومونو که به دست بقیه هم برسه، بقیه این ویدیو رو ببینن نه اون قبلیه رو، و نظرتون رو برام کامنت کنین. حتما خیلی دوست دارم نظرتون رو بخونم و چنلم سابسکرایب کنید که خوشحال باشی. بریم توی اتاق آتش. گوشتا یه من تا عشم اهوم بیش وید و اهو را بره جوخ زایی به چنگ ها شایم نو بیز و واسو ثوا اثرا
خب من برنامه داشتم که توی اتاق آتش براتون صحبت کنم، توضیح بدم با حضور آتش، ولی خیلی شلوغ بود و اصلا امکانش نیست. در نتیجه الان ما دقیقاً پشتمون اتاق آتشه، اینجا براتون توضیح میدم. ورود به آتشکده یه سری آداب و اصول داره. چرا؟ چون اینجا یه مکان مقدسه. همونطوری که ما یه سری آداب و قوانین برای ورود به مسجد داریم، برای آتشکده هم همینطور بوده. ولی خب چون اینجا بازدید برای عموم آزاده، یه مقدار این چیزا رو گذاشتن کنار تا حدودی. ولی درستش اینه که میگن به عنوان زن و مرد شما وقتی میخواین وارد آتشکده بشین باید پاک باشین و این پاکی برای زرتشتی‌ها خیلی مهمه دوستان. این یه موردش. یه مورد دیگه این بوده که مثلا خانم‌ها روسری سفید، آقایون کلاه سفید سر می‌کردن و حالا یه سری آداب و رسوم دیگه‌ای که ماها که به عنوان گردشگر بازدید کننده میایم رعایت نمی‌کنیم، ولی خود زرتشتیان حتما این کار انجام میدن. همونطوری که دیدین آتیش توی یه محفظه بود و پشت سرش نمیدونم دیدین یا نه یه عالمه صندلی چینده بودن. این ور که بست است مخصوص پرسنل آتش کرده و حالا کلا زرتشتیایی که میخوان برن اینجا عبادت. و آتیش هم دلیلش که تو یه محفظه است به خاطر اینه که نباید با نفس آدمی تلفیق بشه. حتی هیربود یا هیربد، کسی که از آتیش هم نگهداری میکنه، وقتی میخواد که هیزومش رو عوض کنه یا کلا میره توی اتاق آتیش، چیزی میندازه جلوی صورتش که نفسش نخوره به آتیش. راجب هیربود یا هیربد هم همونطوری که گفتم مسئول آتیشه، یه لباس سرتاپا سفیدی میپوشه. اینو بگم که خب زرتشتی ها هم مثل سایر ادیان روحانیونشون دستبندی، طبقه بندی، نمیدونم من واژه لول میاد توی ذهنم الان، این حالتی هن و از همه پایین تر یعنی سطح اولی ترین هیربود یا هیربده، کسی که مسئول آتیشه. کم کم باید نمیدونم دقیقاً یه سری اقدامات انجام بدن که این درجه شون افزایش پیدا کنه، ولی اولی میشه شخصی که اینجا مراقب آتیشه. یه چیزی که هنوز متاسفانه بعضیا میگن و وقتی اینو میگن من خونم به جوش میاد اینه که زرتشتی‌ها آتش پرستن و میگن که مثلا چرا رو به آتش وای میسن و همه این موارد. بذارین یک بار برای همیشه من اینو توضیح بدم اینجا. ببینید دوستان، آتش برای زرتشتیان مظهر روشنایی و نوره. به اعتقاد زرتشتیان نور و روشنایی جاییه که اهورامزدا توش حضور داره. یه چیزی که راجع به زرتشتیان من متوجه شدم اینه که خیلی به دانش و دانایی اهمیت میدن و خب از اون طرف هم معتقدن ما توی روشناییه که میتونیم به دانش دست پیدا کنیم و تاریکی یه جورایی نشونه اهریمنه. در نتیجه یکی از دلایلشون برای اینکه رو به آتش میایستن و اهورامزدا رو پرستش میکنن همینه که یه نمادی میبیننش از اهورامزدا. هرچند که دلایل دیگه هم داره ها، مثل اینکه خب میگن آتش تنها عنصری از اون چهار تا عنصری که هم خودش پاکه، هم همیشه پاک میمونه، هم پاک کننده است و و و دلایل متعددی داره. تهش حرف من اینه که به هیچ وجه من ممکن اصلا منطقی نیست که شما برگردین بگین زرتشتی ها آتش پرستن. چرا واقعا؟ دو تا چیز هست که میخوام بهتون بگم و مختص شما دوستای قشنگمونه. مورد اول این که وقتی میان آتشکده یه آوایی داره اینجا پخش میشه، سروده های گات هاست با صدای یه خانومی داره خونده میشه و من دیدم خیلی همه شیفته این صدان. اگر که خیلی دوست دارین داشته باشینش و نمیدونین از کجا میتونین تهیهش کنین، چون من خودم هم خیلی گشتم تا پیداش کردم، من دارمش. میتونین بهم ایمیل بزنین من براتون میفرستم اینو. مورد بعدی اینه که من مد نظرمه که یه ویدیو درست کنم در رابطه با دین زرتشت، معرفیش و اینجور موارد، یا یه ویدیویی که پاسخ باشه به سوالاتتون راجع به دین زرتشت. خیلی دوست داشتم که از زرتشتیامون کمک بگیرم ولی زیاد تمایلشون ندادن از خودشون. اگر موفق نشدم یه زرتشتی رو پیدا کنم که توی ویدیو حضور داشته باشه، نهایت اینه که خب سوالا رو خودم ازش میپرسم و بهتون میگم. خلاصه که اینا رو گفتم. اگر که سوالی دارین راجع به دین زرتشت که دوست دارین جوابشو بدونین، توی قسمت کامنت ها ازمون بپرسین. من حتما اینا رو سوال میکنم و تحقیق میکنم و به زودی به امید خدا یه ویدیو خیلی خوب میسازیم راجبش. همونطوری که میبینین چقدر اینجا شلوغه. معماری آتشکده خیلی ساده است نسبت به سایر اماکن مذهبی سایر ادیان. منظورمه آتشکده ها از ابتدای امر اونقدرها تزیینات عجیب غریبی نداشتن. یه معماری خاص چهارتاقی دارن و اون بحثش جداست کلا، ولی خب به نظر من همین سادگی این آتشکده است که جذابش میکنه.
خب اینم که میبینین حوزه مشخصا. چیزی که بوده اینه که آتشکده باید جایی میبوده که 4 تا عنصر اصلی به هم دیگه میرسیدن و میپیوندیدن، ولی از اونجایی که خب اینجا یزد کم آبی و خوشسالی و همه این موارد داریم، توی سایر شهرها که آتشکده درست میکردن، آتشکده رو کنار یه رودخونه ای دریاچه چیز کنار یه آبی ایجاد میکردن، ما توی یزد همچین چیزی رو نداشتیم. در نتیجه این حوض رو گذاشتن اینجا که آب هم کنار سایر عناصر باشه. همونطوری که بهتون گفتم خدمت این بنا برمیگرده به دوران پهلوی، سال 1313 این بنا ساخته میشه. نکته جالبی که داره اینه که یه شخصی به نام آقای ارباب جمشید امانت برای این که بتونه سرمایه جذب کنه برای این ساختمون 4 بار میره هند دوستان توی اون دوران، که به گفته خودش 3 بارشو دریایی میره، 1 بارشو پیاده و شتر و از این موارد. چرا میرفته هند؟ چون یه گروهی از زرتشتیان هستن توی هند زندگی میکنن، بهشون میگن پارسی های هند و وضعشون هم خوبه دوستان تا جایی که من اطلاع دارم. خب اینا ایرانی بودن مهاجرت کردن اونجا. خلاصه این آقای امانت 4 بار میره هند که اینا رو راضی کنه که لطفاً یه سرمایه ای رو در اختیار ما بذارین که ما بتونیم این آتشکده رو بسازیم. کلاً من فکر میکنم که تمامی بناهایی که توی یزد برای زرتشتیان هست همشون از سرمایه شخصی خودشون ساخته شده و نگهداری میشه ازشون تا جایی که اطلاع دارم. خلاصه که بالاخره موفق میشه و یکی از پارسیای هند قبول میکنه، یه مبلغی رو بهش میده و میان اینجا و این آتشکده رو میسازن. خب حالا میخوایم بریم اینور، یعنی تو همون محوطه آتشکده این سمت چپش میشه وقتی واردش میشین، تالار ورجاونده. داستان این تالار هم اینه که آقای جمشید امانت توی سال 1318 به یاد همسر خودش یه تالار اینور ایجاد میکنه که الان امروز تبدیل شده به یه موزه و خیلی جالبه، موزه کوچولوها. طبقه پایینش هم گالری عکسه، ولی خب خیلی جالبه و امروز دیدم که خیلی هم مسافرا علاقه‌مند بودن برن اونجا رو ببینن. این تالار توی سال 1381 تخریب شده بوده، یه جورایی خیلی خراب شده بوده، تا آقای ورجاوند میاد و کار مرمتش رو دست میگیره و مرمتش میکنه، بخاطر همین بهش میگن ورجاوند. ای هستی بخش دانا، هر آینه آرزوی کسانی را که در پرتو راستی و اندیشه پاک از نظر تو روشنبین و درست کردار شناخته شده اند برآورده ساز. چه به راستی می دانم ستایش های خالصانه و بیریای بندگان تو که دارای هدفی عالی و نیکند بی نتیجه نخواهد ماند. پروردگارا، چنان که در گفتار آسمانی نوید داده شده است، در پرتو اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیرزیوی برخوردار ساز. اینجا با عکس و توضیحات و اینجور چیزا یه سری از مراسم های زرتشتی ها و آداب و رسومشون رو توضیح دادن که خب من دیگه توضیح نمیدم، خودتون ایشالله به امید خدا میاین اینجا و میتونین ببینین. هرچند که توضیحاتی که اینجا هست توی ویدیوی همه چیز راجع به زرتشتمون هست، میذارم این بالا، آقای ویرابی خودشون توضیح دادن. حالا بریم گالری و آبنبار مجموعه. هستی فکر کنم از اکثر این عکس هایی که سینه دیوار ما ویدیو ساخته نه؟ آره جا آره جا. آره از هر لوکیشن هر جا و یه سری عکس هم جدید اضافه کردن ها الان که دارم میبینم نسبت به سری پیش که اومدیم. بریم تو آبم با بسته بوده و یه شیر آب بوده، تو همینجا میمدن شیر رو باز میکردن آب میبردن، ولی خب الان بازش کردن، شما میتونید به این توی مخزن هم ببینه. وینه ها
نهایت سپاسگزارم از اینکه تا انتهای این ویدیو هم همراهمون بودین. امیدوارم از اینجا خوشتون اومده باشه. اگر که این ویدیومونو دوست داشتین، یادتون نره که لایکش کنین که به دست بقیه هم برسه. دکمه سابسکرایب هم بزنین، چون تو کانال ما پر از ویدیوهای مربوط به زرتشتیان. مطمئنم خوشتون میاد. بدرود.